زحل بیات مهمان ای بخش ما هست که زحل جان ورزشکار هستند، در دو رشته هم بسکتبال میکنن و هم بالینگ میکنن. مهمان ای بخش ما، سلام زحل جان، صبح بخیر، خوش آمدی. سلام مریم جان، قان یک سلام خاص تقدیم شما گردنده موفق تلویزیون تلو، برنامه بامداد خوش. زحل بیات هستم، عضو تیم جوانان ملی بسکتبال افغانستان و همچنان در رشته بالینگ تمرین میکنم. بسیار خوش آمدین. خوش باشید. صبحتان هم بخیر. تشکر شما. با اولین رشته کدام رشته ورزشی بود؟ اولین رشته رشته بسکتبال بود که از صنف 8 شروع کردم تا حالا ادامه دارم. چند سال میشه که بسکتبال میکنین؟ چند سال؟ 6 سال میشه. 6 سال. ورزش به چی منظور آغاز کردین؟ به خاطر یک سرگرمی و یا به خاطر از این که افتخار بیافرید؟ ورزش به خاطر از این که هم افتخار بیافرینم و هم سرگرمی و همچنان از یک صحت به صحت مفید است، از این خاطر آغاز کردم. کسی دیگه هم در اعضای خانواده هست که ورزشکار باشن و بر ورزش علاقه داشته باشن بر رشته های مختلف؟ یک خواهرزاده ایم است، فرشید نام داره، اونا در بخش فوتبال ورزش میکنن و بسیار علاقمند فوتبال است. بله، از مسابقات، از افتخاراتی که خودت کسب کردی و شرکت کردی در مسابقات میشه صحبت بکنی؟ مسابقات انتخاباتی تیم ملی میباشه که چند وقت بعد هم همین اول اسد برگزار میشه، بین ولایت ها میباشه، چند ولایت در قسمت است. بله. که شرکت میکنن و انتخاب میشه به منظور تیم ملی و جوانان. دیگه افتخارات کسب کردیم، چندین مدال طلا گرفتیم در بخش بسکتبال داخلی البته، و دیگه تقدیرنامه‌های بسیار زیاد گرفتیم از هر کمیسیون فدراسیون بسکتبال و غیره. بله. بیرون از خانه ما که کشور ما هست، سفری داشتی به کدام خانه امسایی ما؟ نه خیلی سفر نداشتیم تا فعلا. خب زحل جان، چطور که علاقمند شدی به یک رشته دیگه و تمرینات بولینگ آغاز کردی؟ خب علاقمندش نبودم و وقتی که کسی برام پیشنهادش کرد که در این رشته بیا، همونطور گفتم میرم، سرگرمی است. وقتی که رفتم بسیار برام دلچسب تمام شد. و دانستم که مسابقاتی که در روز زن بود، زن نماد مهر برگزار شده بود، در او تانستم مقام سیوم و در بین چند پنتون شخصی کسب کنم. و پیش از او هم گاه و ناگاه بولینگ می رفتین، بازی می کردین؟ نه خیر پیش از او بازی نمی کردم. در روز زن که بود، مسابقاتش که برگزار شده بود، اولین باریم بود که رفته بودم و بعد از او دیگه دلچسب شد برم. خوبی هایی که بولینگ داره نسبت به رشته اولی که شما او را تمرین کردین و رفتین علاقمندش بودین، خوبی هایی که داره بولینگ چی است؟ یکی از خوبی هایش این است که وقتی که بولینگ تمرین میکنی تمام غمهایت از بین میره، یعنی احساس نمیکنی که تو تنها هستی یا چیزی. بسیار بازی دلچسب است به انسان. پس او کسایی که هنوز نرفتن، تجربه نکردن، برین و تجربه کنین. یک مکان سرگرمی هم هست برای شما، بر علاوه که یک رشته ورزشی است. از خانواده بگو که خانواده چقدر زحل جان خودت همیشه حمایت کردن، پشتیبانت بودن در قسمت ای که بری ورزش کنی، یک رشته، دو رشته، و در مجموع به خاطر فعالیت های ورزشی خانواده حرفشان چی بوده؟ چون من خورده خانه هستم و پدرم ممانعت نداره و نه فامیلم ممانعت نداره، برادرانم تشویق میکنند من در بخش ورزش. وقتی که یک ویدیوی ما یا یک عکس ما میبینن که در بخش ورزش هست، بسیار زیاد تشویق میکنه. همچنان قومی های ما تشویق زیاد میکنه. کی میخواه زال باشه در آینده؟ نفهمیدم. در آینده کی میخوای باشی؟ مثل کدام باسکتبال که خیلی هم مطرح هستن و کسی که در یک رشته ورزشی در افغانستان مطرح است؟ در آینده میخوایم مثل مبارز، یک ورزشکار مشهور افغانستان باشم. خب مسابقات خارجی هم تماشا میکنی؟ یعنی مسابقات بسکتبال هم میگم، مسابقاتی که برگزار میشه در دنیا، علاقمند کسی هستی از بازیکنان بسکتبال؟ بله، مایکل جوردن میباشه، بسیار علاقمندش هستم و همیشه ویدیوهایش رو تعقیب میکنم. بسیار خوش میاد، یک مرد بسیار قوی است و یک ورزشکار بسیار مشهور خارجی میباشه. اگر از ورزش بریم بیم به طرف درستان، از مکتب
مکتبتان بر ما بگوید که در مکتب چطور هستیم؟ مکتب در سال 1394 فارغ شدم از صنف 12 و دیگه پنتون نسبت مشکلاتی که بود نتونستم ادامه بدم. در مکتب هم ورزش میکردین؟ ساعتای ورزشی؟ بله. چه ورزشی میکردین؟ من در تایم تمرین، در تایم درس نمیبودم، باز استاد ما همیشه میامد میدان بسکتبال چک میکرد که حتما این دختر در اینم اینجاست، باز میدید مرا، باز من پود میشدم زیر درخت ها. باز همیشه هم از ورزش ازمو از مکتب شروع کردم. گفتین از صنف 8 شروع کردی بسکتبال. کسایی بودن در داخل مکتب که تشویقت کنن به این رشته؟ چون بر علاوه رشته بسکتبال در داخل مکتب یگان ورزش دیگه هم می باشه مثل فوتبال، یعنی هر کس نظر به علاقه خودش در تیمای مختلف میره. خودت هم این علاقمندی را چطور یافتی در خودت؟ خب وقتی که من داخل مکتب میرفتم پدرم وقت اجازه نمیداد من بسکتبال میکنم. وقتی که داخل مکتب میرفتم میدیدم شاگردا بسکتبال میکنن و همیشه جگرخون میبودم، اشک از چشمای میامد. باز وقتی که پدرم از یاد چله شدم مرد ورزش اجازه بده، باز اجازه نامه داد بر استاد ما که بردم، باز استاد ما زیاد خوش شد. باز در سال 1393 بود که کپیتان تیم بسکتبال مکتب را به بلخی بودم و شاگردایش تمرین میدادم. بله. روزایی آیا امو تمرینات ورزشی تانه داشته می باشین یا نه؟ نه خیر، روزایی سر از امروز تمرینات ورزشی سر شروع از امروز میشه. دیگه بله. بخیر دوباره شروع میشه. بله. میگن کسایی که ورزش میکنن با درد و رنج و مریضی خدافیزی میکنن، واقعیت است؟ بله واقعیت است. وقت در داخل میدان بسکتبال ما داخل میشیم تمام درد و غم ها از یاد ما میره. خصوصا یک خوارخونده ایم هست که میگه وقتی من تمرین میکنم سردرد میباشم، وقتی تمرین میکنم من مو یادم میره که سردرد بوده. در میدان به چی فکر میکنین زیاد؟ در میدان مصروف هم تمرین هستیم دیگه، هیچ چیز در یاد ما نیست. بله. و قرار بود که ما امروز یک مهمان دیگری هم با ما میپیوند، نیلوفر سفر. اینا هم ورزشکار هستند که کمی هم ناوقت‌تر رسیدن، انشالله که چند لحظه بعد با ما خود پیوستن و میخواییم که از اونا سوالات داشته باشیم. خودتان کیارزوال جان تشویق کردین به ورزش که بیان با ورزش علاقمندی نشان بتن و میشه که بگوین؟ استاد ما به ما یک نصیحت کرده بود، استاد عبدالصبور عزیزی، سرپرستی مسئول بخش بسکتبال می باشه، رئیس بسکتبال می باشه از کابل، به ما نصیحت کرده بود که هر قد بلند یا هر یک کسی که دیدین جسامتش به بسکتبال چی شده بود، شما اونا رو به ما رخ کنین. باز ما هر کسی که در بازار شهر بازار می دیدم برشان می گفتم که این تی یک گپ است، باز گفت خیر شما ریتا بتیم، باز ما برتان اول می دیم اطلاع عمل خونشام نمی داد که ما ورزش نمی کنم. نه خیلی نیم تو عادی بود. بله همطور که امل جانم بر شما گفت، ما قرار بود امروز در این بخش یک مهمان دیگه هم داشته باشیم. نیلوفر جان بفرما، ما منتظرت هستیم. بله. سلام، خوش آمده نیلوفر جان، بفرمایید. سلام، صبح بخیر، خوب هستین؟ تشکر، صبح شما بخیر. ورزشکارا ناوقت نمیان نیلوفر. ولی وقت الهی است. خوب هستین؟ تشکر، بخیر. ایدتان بخیر گذشت. سلامت، اید گذشتهتان میشه بگویم، تبریک باشه. زوال جان شما خوب هستین؟ سلام، بخیر. زوال چطور از رشته که شما هستین؟ زوال جان در باولینگ نام خدا از اوایل هم که ما تورنمنت ها را برگزار کردیم اینا شرکت داشتن و تازه وارد بودن، خیلی خوب می درخشیدن و خصوصا حالا که من تعقیب می کنم که حداقل هفته دو سه روز اینا تمرین می کنن، یعنی واقعا خیلی پیشرفت کردن و انشالله برای تیمای منتخبی کابل خود را آماده ساختن. بسیار خوب. نیلوفر جان روزای ایدام برنامه مشخصی داشتین به خاطر از اینکه مردم بیاین و بتونن که لذت ببرن از بالینگ و یاد بگیرن این رشته رو کسایی که بلد نیستن؟ برای روزهای عید، خب چون بالینگ هم بازی هست تفریحگونه، مردممان بالینگ را من حیث تفریح بر روزهای عید استفاده کردن، ولی برنامه خاص ما نداشتیم مثل برنامه هایی که قبلا می داشتیم تحت یک نام، تحت یک شعار. روزهای مناسبتی اکثرا برنامه می داشتیم. ما بر عید نداشتیم چون قرار است ان شاء الله تا یک ماه دیگه ما تیم منتخبی کابل را بخیر مسابقاتش را برگزار کنیم. انشالله این برنامه را بر عید قربان می داشته باشیم. انشالله. چند وقت پیش هرات هم سفری داشتیم در رابطه با بولینگ.
چطور بود علاقه مندی مردم حیرات ما به بولینگ؟ والا دور از انتظار ما بود. ما برای اولین بار تورنمنت بولینگ را خب ویژه بانوان آقایان همیشه مسابقات زیاده هست که در بخش ورزش برگزار میشه، اما ویژه بانوان برای اولین بار بود که در حیرات تورنمنت برگزار شد و بانوان خیلی زیاد اشتراک داشتن و در این بازی خیلی خوب درخشیدن. واقعا خیلی خرسند شدن از این موضوع و ما توانستیم که نمایندگی فدراسیون بولینگ را در حیرات هم بتانیم افتتاح بکنیم. و حیرات شهر بود که تقریبا 6 سال می شد که اینا باشگاه بولینگ داشتن، اما هیچ زمانی تورنمنت ویژه بانوان یا ویژه آقایان و یا کسانی که اونجا در 6 سال بازی می کنن ولی هنوز شناخته نشدن، هیچ وقت تو یک تورنمنت برگزار نشده بود. ولی ما خوشبختانه تورنمنت برگزار کردیم و چهره های برتر بولینگ را از ولایات هم که حیرات بود، یکیش در بخش بانوان و بخش آقایان شناسایی کردیم. خب زحل جان پیشتر گفت که اصلا علاقه به بولینگ نداشت و من حیث یک سرگرمی آمد بولینگ انتخاب کرد و حال علاقهش بسیار زیاد شده. شما چطور جذب میکنین او کسایی را که هیچ آشنایی ندارن از بولینگ و فکر میکنن بولینگ بسیار یک رشته سخت است و کمک دشوار است انجام این ورزش؟ خب ما در اوایل هم تایی که اولین تورنمنت ما را هنوز نگرفته بودیم با همچو مشکل تقریبا مواجه بودیم، چون بازی بولینگ دلیلش این است که بازی هست که زیاد رایج نبود بین مردم و همچنان هزینه هنگفت داره بازی بولینگ و خیلی مردم همراهش یعنی آشنا نیستن یا خیلی مردم هنوز بازی نکردن این رشته را. ولی ما اولین تورنمنت خود را وقتی به شهر کابل گرفتیم، هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان، بعد از اون مردم ای که تورنمنت ما رسانه‌ای شد، فدراسیون اعلام موجودیت کرد و وقتی مردم آگاه شدن که فدراسیون بولینگ را ما هم داریم، اونا هم وقتی علاقمند شدن بعد از ای که تورنمنت ها را ما برگزار کردیم آیست آیست شرکت کردن، امی شد که علاقمندی و بخش بولینگ هم زیاد شد. خیلی خوب. سوال حرفت به او قد بلندایی که خودت گفتی دشوار بازار میبینیشان چی است؟ حرف به اونا اینه میست که وقتی که جسامتشان به بسکتبال آفریده شده چرا نمیان بسکتبال نمیکنن و یا ورزش دیگه به ورزش دیگه رو نمیارن؟ هر ورزشی را که دوست دارن. بله هر ورزشی که دوست دارن. بسیار خوش آمدین، بسیار تشکر، روزای خوب و خوش داشته باشین. نیلوفرم ناوقت آمد، موتر میگه پنچر شده بود، تاک پنچری گرفتیم. بلا یک کم دیر شد تاک پنچری گرفتیم تاک دوباره حرکت کردیم. تشکر نیست. خب بازم خوش آمدیم. وقفه میگیریم و بعد از وقفه با شما هستیم. البته همکار ما بخش ودیر تقدیم شما میکنه، صمیم جان. بله.